بیماری دو قطبی تشابهاتی هم البته داره انسان هایی که بیماری دو قطبی دارن در زندگی خودشون گاهی اوقات به شدت خوشحالن گاهی اوقات به شدت افسرده و ناراحت شخصیتشون دو, قطبی شخصیت دو قطبیه بیماری دو قطبی بله. اما خطای دو قطبی چه؟ خطای دو قطبی اشتباه ذهنی است یعنی دنیا سیاه یا سفید دیدن دلوست. گاهی اوقات کاملا همه چیز سیاه سفید و مثبت و جالب میبینه خوشایند میبینه گاهی بله. اوقات همه چیز سیاه تاریک ناامید کننده و پر از در واقع اشتباه میبینه که هر دو تا غلطه مثل قهرمان های یا شخصیت های فیلم هندی که طرفدار بین اموتون های ما داره بله. یا خیلی خوب خوب هستن بله. یا بسیار بسیار شخصیت بله بله. منفی و بدی بله. بله بله هستن. بله. اینکه در عالم واقع آدم چیزی... نیست بله چون این چیزی در عالم واقع وجود نداره خاکستری هستن دقیقاً بینندگان عزیز ما توجه کنن ما هیچ چیز صد درصد مثبت یا صد درصد منفی در زندگی طبیعی خودمون نداریم یک موجود هست که تمام کمالات رو دارد به صورت بینهایت و اون خداست ائمه معصومین علیهم السلام انبیا الهی اینا معصومن حسابشون جداست بلد. غیر از آنها هیچ چیزی در عالم صد درصد مثبت یا صد درصد منفی نیست, نیست. باید توجه داشته باشیم که جهان دائما در حال تغییر است یعنی خوب ممکنه بد شود بعد ممکنه خوب, خوب شوه یا خوب خوبتر شوه بله و بعد بدتر بله, بله بله ببینید ما زندگی ما یک حرکت زیگزاکی است ما هیچ وقت در همجور که در زندگی شما ببینید هیچ وقت کاملا سالم نیستیم کاملا مریض نیستیم صد در صد درصد خوش یا صد درصد ناخوش نیستیم دائما همه چیز در حال تغییر هست بله. هیچ چیزی مثبت صد درصد یا منفی صد درصد نیست کسانی که دچار تفکر دو قطبی هستن اینا نسبت به بعضی از چیزها شرطی مثبت شدن همیشه اون مثبت میبینن در حالی که ممکنه خیلی وقتا منفی باشه و نسبت به بعضی چیزها شرطی منفی شدن همیشه اون منفی میبینن مثلا اگر کسی در دوران کودکی خود در امتحان درس ریاضی بله. ناکام شده مردود شده همیشه از امتحان ریاضی میترسه و همیشه فکر میکنه که مردود میشه ناکام میشه در امتحان و همیشه او تجربه منفی تکرار میشه در حالی که چنین نیست باید. هر روزی و هر شرایطی وضعیت منحصر به فرد خود داره و کاملا با شرایط قبلی و روز قبل و روز بعد متفاوت هست